چند تا دوره تاریخی تاثیر بسیار شگفتانگیزی بر روی تاریخ جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی داشتن بیاین چند تاشو به اتفاق بررسی بکنیم ما میدونیم که قریب ده هزار سال پیش از میلاد مسیح چند تا کار تو حوزه جراحی پلاستیک انجام شده مثلا اینکه در مصر باستان جمجمه رو سوراخ میکردن تا سردردهای شدید رو درمان بکنن معتقد بودند که با این کار ارواح خبیسه که در مغز لانه کردند و جا خوش کرده اند از اون سوراخی که در جمجمه ایجاد میشه خارج میشن و آدم از شر این ارواح خبیسه راحت میشه البته بعدا پزشکان توضیح دادند که چطور سوراخ کردن جمجمه باعث حل مشکل سردرد برای بیماران میشد بعد از اینکه به حال قسمتی از جمجمه برداشته میشد اون قسمت از جمجمه با یکی از فلزات پر میشد که خب این در شاخه جراحی پلاستیک بود یکی دیگر از دوره های بسیار بسیار تاثیرگذار در تاریخ جراحی پلاستیک فرهنگ هندی ها، چیزی غریب به 600 سال قبل از میلاد مسیح بود به این دلیل که بینی در هندوستان بسیار بسیار مهم بود و نشانه اعتبار و شخصیت به خاطر همین وقتی که کسی خلافی مرتکب می شد بینی او رو قطع می کردن جراحان پلاستیک اون موقع برای اولین بار تلاش کردن تا بینی های قطع شده رو ترمیم بکنن و سوشروتا تا ساهیتا کتابی است که به یادگار مانده است از اون دوران جراحی به نام سوشروتا که خیلی ها او رو پدر جراحی در جهان میدونن این کتاب رو نوشت و در این کتاب شرح داد که چگونه میشه بینی از دست رفته رو ترمیم کرد یا گوش از دست رفته رو ترمیم کرد و برگردوندش به حالت اصلی یه نکته دیگه هم خیلی کوتاه بگم متاسفانه زمان نیست که ما بتونیم تمام تاریخ رو بررسی بکنیم اونم این که اولین جراحی زیبایی به سبک امروزی در دوران نوزایی یعنی دوران رونسانس در ایتالیا انجام شد اما جراح بیچاره با حکم کلیسا به جرم دخالت کردن در کار خدا اعدام شد تا سالها کسی در اروپا جرأت نداشت نه طلب کنه کسی براش جراحی زیبایی انجام بده و نه برای جراحی زیبایی کردن اقدام بکنه نه پزشکی و نه بیماری چون محاکمه می شدن به جرم دخالت کردن در کار خداوند